درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. شما اجازه ندارید سوال مطرح نکنید. یک بار شده از خودتون بپرسید. یا از همین متفکران که سعی میکنن نظریات کهنه و پوسیده رو به شما تحمیل کنن. حالا در داخل کشور هزارها لایه دارن و خارج از کشور دو لایه بیشتر ندارن. آیا تا حالا پرسیدی چرا دنیای غرب به فیلسوفهاش مینازه؟ به ارسطو، افلاطون، سقراط، ولی ما شرقی ها به پیامبرها؟ چرا دنیا بین دو نقطه ایستاده؟ آتن، اورشلیم، راز معبد دلفی، معبد سلیمان. هرگز پرسیدین چرا دنیا متوقف شده؟ نه، به خاطر اینکه در متریکسید، به خاطر اینکه همان را در واقع میاندیشید که میخواهند بیاندیشید. نکنید این کار رو. یک روز در همین دنیایی که بین دو جنگ بود، یک نسلی بود، Last Generation. ارنست همینگوی اون رو از یکی نقل قول کرده. نسل متفکر، نویسنده های بزرگ، اهل قلم، نظر، همه گم شده بودن بین دو جنگ. ازرا پاند همه رو جمع کرد، به ارنست همینگوی پاداد، به فیتزجرالد، به یتس، یه نسل مرده و گم شده رو دوباره کرد به عنوان نسل طلایی ادبیات اروپا و آمریکا و دنیای غرب. نذارید شما نسل گم شده ایران شوید. شما نسل فردای ایران هستید. ایران رو شما باید بسازید. از ما گذشت. پولیتیکو فاش میکنه که پس از انتشار بیانیه بایدن، دستیاران کاخ سفید و تیم انتخاباتی کمپین بایدن که تا دیروز بعد از ظهر بر ماندن او در رقابت اصرار داشتن، تعجب کردن. چون همه اونا گفتن که از طریق توییتر متوجه شدن که بایدن کنارگیری کرده و قبلش خبر نداشتن و نمیدونن چه اتفاقی افتاده. فقط ببینید جنگ قدرت و تنش شدید بین مهره‌های اصلی دموکرات رو، بزرگترین حامی جمهوری نکبت اسلامی در غرب، از رقابت‌های انتخاباتی کنارگیری کرده و این اعلام اعضای عمومی برای همه فاند بگیران و مقاله نویسان در واشنگتن و نیویورک. اونا می‌خواستن با آوردن کاملا هریس راحت‌تر بتونن تقلب کنن، به خصوص که دولت دست خودشونه. به این توییت دقت کنید لطفاً. اینکه بیل کلینتون از طرف خودش و زنش اولین کسانی هستن که از کامالا حمایت کردن و در این حال کامنتاشون رو بستن، یعنی ترسیدن و میدونن که کار خودشون و باندشون تمومه. و بایدن مالها هم لابی کلینتون ها بودن که مورد حمایت دیپ یهود بودن، ولی در طول جنگ غزه خواستن زرنگی کنن و با فشار گذاشتن روی اسرائیل و با زد و بند با خامنه ای میخواستن برای خودشون توازن قوا و استقلال ایجاد کنن و از دیپای قدرت بالاتر برن. ولی خب قمار احمقانه ای کردن و حذف شدن. میدونید هر کس در طول تاریخ خواسته در خاورمیانه توازن قوا ایجاد کنه حذف شده. اصلا چنین چیزی برای افراد در این سطح ممکن نیست. رئیسی هم برای همین کشته شد و بایدن دیگه با اصرار این کار باعث شد که رفتنی بشه و عملاً حزب خودش بر ضدش کودتا کردن. به نظر شما کی باید جاش می اومد؟ هنوز معلوم نیست، ولی الان همین کامالا رو هم کشوندن تو لابی یهود که بازی از دستشون در نره و دیدیم که کلینتون ها هم اولین کسانی بودن که ازش حمایت کردن، برعکس اوباما که خودش این کودتا رو از اواسطش مدیریت کرده بود به امید اینکه کامالا که مال دیپ خودشونه یعنی بریتانیاس بیاد. یهو جا زد و از کامالا حمایت نکرد. حالا کامالا اگر واقعا کاندید دموکراتا بشه باید به نفع اسرائیل کار کنه، اگر نه اونم مثل بایدن خیلی زود حذف میشه. این کار یه چرخش 180 درجه میخواد، یعنی عملاً بیس حمایتش چپ‌های رادیکال و مسلمان‌ها و عرب هستن رو ازش دل سرد می‌کنه و به هیچ وجه نمی‌تونه در انتخابات برنده بشه و این شکست سنگین برای کلینتون هاست که خیلی هم گران تمام خواهد شد، چون اونا این چرخش رو رقم زدن و برگ لابی بریتانیا رو دزدیدن. بنابراین با شکست در انتخابات کل لابیشون از هم می‌پاشه. ترامپ هم حمایت هر دو لابی رو داره، ولی الان خیلی بیشتر رفته سمت لابی بریتانیا و در آینده هم هیچ دلیلی برای رحم کردن به کلینتون ها نخواهد داشت. در همین ارتباط
داگلاس ایمهوف، همسر کاملا هریس، یک یهودی زاده و از نوادگان بازماندگان هولوکاسته. او همچنین یکی از فعالان سرسخت مبارزه با یهود ستیزی به شمار میره. اگر کامالا به جایگاه ریاست جمهوری ایالات متحده دست پیدا کنه، همسرش به عنوان یک یهودی در کاخ سفید محسوب میشه. به نظرتون آیا مثل جرد کوشنر، داماد ترامپ که یک یهودی ارتودکسه، نقشی مهم رو در روابط ایالات متحده و اسرائیل بر عهده میگیره؟ آیا یادتونه که زنده یاد مانوک خدابخشیان در مورد شوک خبری گفت اینکه جرارد کوشنر، داماد خاندان ترامپ و طفل شیرین دکتر کیسینجر به منظور گزارش در مورد طرح معامله قرن به جلسه کنفرانس بیلدربرگ دعوت شده بود و ظاهرا همزمان با حضور مایک پومپو در سوئیس بود و پس از سالها هیچ ایرانی از جمله کریم سجادپور در آن حضور نداشت؟ میخوام بهتون بگم ما شاهدان تاریخ هستیم. نظم نوین نوین جهانیه که در حال رقم خوردنه. کوشنر مشاور ارشد پیشین کاخ سفید و داماد ترامپ هدایت تلاش‌های کاخ سفید رو برای رفع بحران‌ها در خاورمیانه بر عهده داشت. او در خانواده یهودی و باورمند به ارزش‌های یهودیان ارتودکس زاده شده. پدر کوشنر یکی از قوی‌ترین پشتیبان‌های مالی اسرائیل. ازدواج ایوانکا با او خانواده ترامپ رو به اسرائیل و یهودیان نزدیک‌تر کرد و کوشنر نقشی پررنگ رو در نزدیکی بیش از پیش ترامپ با دولت وقت اسرائیل بر عهده داشت. بی‌تردید انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، آن هم با نقش آفرینی دوباره کوشنر، روابط اسرائیل و ایالات متحده رو محکم‌تر از پیش می‌کنه و آمریکا رو باز هم به یک پشتیبان سرسخت اسرائیل برای مبارزه با حکومت جمهوری نکبت اسلامی تبدیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی که مخترع یک بازی بسیار پیچیده در عین سادگی که در دو سطح خارجی و داخلیه. خارجی برای دفع دشمن خارجی و جذب مزدور خارجی و داخلی برای کسب مشروعیت داخلی و تبدیل دشمن داخلی به مخالف متمایل به رضایت خارجی برای دفع دشمن خارجیه. به یاد بیارید بازی سیاسی خمینی در جنگ ایران و عراق و واکنش‌های ضد و نقیض خمینی برای پایان ندادن به این نبرد تا جایی که همه فرستادگان سازمان ملل و کشورهای میانجی وقتی به ایران می‌رسیدند، یک طرف از نیروهای داخلی یعنی رهبر، رئیس جمهور، وزیر خارجه، فرماندهان، رئیس مجلس و غیره قبول مذاکرات و طرف دیگه اون رو رد می کرد، تا جایی که همه واسطه ها و نمایندگان صلح از این کار سردرگم می شدن و دشمنان خارجی بر این باور بودن که حکومت ایران هنوز در استقرار کامل نیست و انگار خوشبین به فروپاشی داخلی جمهوری اسلامی بودن و این به نفع حکومت بود که هم یک حکومت دموکرات رو نشان می داد و هم ضعیف. و اما در پایان یک نفر بود که صلح رو پذیرفت و در مورد مذاکرات برجام هم جمهوری اسلامی به همین منوال پیش رفت تا اینکه همه مخالفان برجام گرفته از مجلس و سپاه در زمان تصویب برجام از عملکرد تصویب چند دقیقه‌ای تا سکوت سپاه بعد از فرمان خامنه‌ای قابل مشاهده بود و اروپایی و آمریکایی رو دلخوش دولتی دموکرات کرده بود. که در همین رابطه تحلیلگران سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی اون وقت بود که ترامپ رو وارد به بازی کرد. طبق این قاعده که شما در زمین حریف باید با قواعد او بازی کنید و ترامپ دقیقاً با همون قواعد ساخته شده به دست جمهوری اسلامی با اونا بازی میکنه. یعنی ترامپ قبول میکنه بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. اگر یادتون باشه پومپو شروط 1 به علاوه 12 رو پیش شرط قرار داد. بولتون اعلام کرد که شاید راه نظامی رو به عنوان بهترین راه انتخاب کنه. هوک تنها راه رو از طریق تحریم‌های سنگین میدونست و اما این اظهارات ضد و نقیض تنها زمانی شروع شد که جمهوری نکبت اسلامی به یک جنبندی از دولت ترامپ نزدیک شده بود. مقامات رژیم به تصورشون این بازی دولت ترامپ رو از داخل ضعیف و قابل نفوذ کرده بود
در شرایطی که جمهوری اسلامی هرگز نتونست به یک جمع‌بندی و تحلیل دقیق برسه، تا جایی که بزرگترین مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ظریف به این نتیجه رسید که گروه ب به دنبال تحمیل یک جنگ به ترامپن، در صورتی که تصمیم گیرنده نهایی خود ترامپ بود. و در مورد جذب مزدور خارجی هم جالبه بدونید که جمهوری اسلامی همیشه از شکاف‌های بین کشورها بهترین استفاده رو کرده. برای مثال کمک سری به لیبی برای مهار شورشیان صحرا و در ضد کشورهای متخاصم چون مغرب و فرانسه، و کمک گرفتن از لیبی در زمان نبرد ایران و عراق، کمک به ترکیه بر ضد اروپا در بدترین شرایط اقتصادی و باز کردن مرز و صادرات مواد مخدر، و حتی کمک سریع به دولت قطر بعد از محاصره اقتصادی قطر و صادرات انواع مواد غذایی و مساله ساختمانی، و در مقابل همکاری سرویس امنیتی قطر به نفع جمهوری اسلامی و گروه‌های جهادی و راه و پناه دادن به ماموران عملیاتی جمهوری اسلامی و گروه‌های دیگه‌ای که ساخته جمهوری اسلامیه و به خاطر فاسد شدنشون به دست جمهوری اسلامی مجبور به نوکری و بردگی شدن. حزب الله، حماس، انصار الله، گروه‌های عراقی و غیره که این گروه‌ها ماموریتشون تضعیف دولت‌هاست و به طور علنی اعلان تبعیت از جمهوری اسلامی می‌کنن. اما خوشبختانه رفح کم کم تعیین تکلیف داره میشه. همزمان زیرپوستی و بدون اعلان جنگ روزی چند تا از اوباش خرس الله نفله میشن. نوبت حزب الله هم خواهد شد به زودی. همه این هیاهو که این روزها شاهدش هستیم برای اینه که کار رفح یکسره نشه. 7 اکتبر اما یک روز به درازای یک تاریخه. در همین ارتباط جنگنده و پهپادهای اسرائیل در روز گذشته بیش از 35 هدف رو در نوار غزه هدف قرار دادن. به طور خلاصه اینه که بسیاری از حماس حذف شدن. و آیا دقت کردین از وقتی رفح فتح شد دیگه چپولا فلسطینیا رو زیاد تحویل نمیگیرن و نه تظاهراتی میبینید و نه فریادی؟ همش برای حفظ همین خرابکارها در قدرت بود. حالا که دیگه نمیتونن حفظشون کنن، براشون مهم نیست که چند تا فلسطینی کشته میشن، زیرا که نتانیاهو میگه من قصد دارم این پیام رو در واشنگتن منتقل کنم که اسرائیل متحد مهم آمریکاست، صرف نظر از اینکه چه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. نتانیاهو میگه که با بایدن درباره موضوعاتی مانند آزادی گروگان‌ها در غزه، شکست حماس و برخورد با جمهوری اسلامی صحبت خواهد کرد. و در همین ارتباط شاید باورتون نشه، اما این سخنان مانوک خدابخشیان درباره حماس و جمهوری اسلامی مربوط به حدوداً 10 سال پیشه. بشنوید. الان همه بحثا بر این است، آیا نتانیاهو مقصر اصلی است یا حماسی ها و جمهوری اسلامی؟ این بحث روزه. هیچکس خالد مشعل رو اصلا به اسم نمیاره. کجاست این خالد مشعل؟ این رهبر ملت همه است. کجاست این به اصطلاح شارلاتان سیاسی که از این پایتخت به پایتخت دیگه میره و میلیون ها دلار به اصطلاح باج سیاسی میگیره، اما امروز که ملتش داره کشته میشه خودش نیست. این گرفتاریه. کجاست حامیان حماس؟ حماس یک به اصطلاح یک نیمچه حکومت اسلامی است، باجگیر جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی به عنوان کیسه بوکس از این مردم فلسطین استفاده میکنه در بخش حماس نوار غزه. چرا؟ مگر مدعی نیست که من از حق ملت فلسطین دفاع میکنم؟ مگر نمیگه من میرم قدس و پس میگیرم میدم به ملت فلسطین؟ کجا هستین؟ شما ده هزار موشک به این مردم بیگناه دادید که هرچند یک بار شیطنت موشکی کنن و مزاحم اسرائیلیا بشن، و وقتی که کشتار میشه شما نیستید. همیشه همین بوده. اینجا گناهکار کیست؟ نتانیاهو؟ نه، نتانیاهو معتقده اینها دارن تونل هایی رو میزنن که در واقع از این تونل ها کمک میگیرن، هرچند که از روزی که جنرال السیسی اومده بیشتر این تونل ها رو راش بسته به صحرای سینا، اما مزاحم منن. اما باز این هم برای من توجیه نیست. آقای نتانیاهو داره یک بازی دیگری انجام میده. تو دهنی به پوتین میزنه، تو دهنی به ادمینستریشن آمریکا میزنه که داره مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، و شاخوشونه میکشه برای جمهوری اسلامی. ناچاره بره به حماس رو
به اصطلاح به عقب برونه. بله در یک حمله نظامی بیگناه ها کشته میشن. جنگ که مسابقه فوتبال نیست، جنگ سربازها وظیفه‌شون رو انجام میدن. در این جنگ نابرابر به نظر من در واقع همه حماس را قربانی کردن. جهان عرب رهاش کرد از شرش راحت بشه. چرا؟ میدونن در واقع طفل شیرین یا ملیجک استراتژیکی جمهوری اسلامیه. عرب ها خوششون نمیاد، سنی ها خوششون نمیاد. نگاه کنید چگونه با حزب الله طرف میشن. فعلا میترسن حزب الله، ولی فردا اگر حزب الله هم تو سری خورد به کمکش نخواهند آمد. بنابراین یک مقدار واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. حتی من معتقدم آقای نتانیاهو یک نگرانی بزرگ استراتژیکی داره. من سالهاست به این مسئله اشاره کردم. اسرائیل احساس میکنه آمریکا و دنیای غرب به تدریج اسرائیل رو رها خواهند کرد. کسی شاید باور نکنه، ولی اگر به بازیهای دو دهه اخیر نگاه کنید دیگر کسی متحد یا دوست واقعی اسرائیل هم. چرا؟ بازی ها داره تغییر میکنه، بازی های استراتژیکی داره تغییر میکنه. بنابراین هرچند یک بار نتانیاهو برای زرچشم گرفتن در واقع ملت حماس رو قربانی میکنه، به خاطر اینکه دیوار کوتاه‌تر از حماسی ها نیست با این رهبران شارلاتانی که دارن، هیچ کدوم نیستن. نگاه کنید همه میرن پناهنده میشن، این مردم بیگناه هستن که کشته میشن. زنده یاد مانوک خدابخشیان، مردی بود که از آینده آمده بود. او گفت که بازی قدس تمام میشه. مانوک نوستراداموس سیاست ایران بود، کسی که من از او آموختم یک دست میتونه صدا داشته باشه. جالبه بدونید که سایبریا به مانوک هم شدیدن حمله میکردن، میگفتن ما چرا از مانوک خدابخشیان چیزی نمیدونیم. راز استراتژی مقاومت علی خامنه ای احتمالاً در روابط بین ایران و ارمنستان نهفته است. باید ببینیم که چه ارتباطی بین جمهوری اسلامی، مانوک خدابخشیان و ارمنستان وجود داره. ما چرا از مانوک خدابخشیان چیزی نمیدونیم؟ چطور او سر از تیم تصمیم سازی و تصمیم گیری کاخ سفید درآورده؟ و اعتماد ترامپ به مانوک خدابخشیان از کجا منشأ میگیره؟ که مانوک این پاسخ رو به زیبایی به این قشر سایبری داده بود. او نوشته بود یک دلغکی پرسیده که مانوک کیه؟ مانوک کسیه که فیک نیوز و آمد نیوز رو رسوا کرد و نفوذیا و دعاستریا و نوچه های شبکه حجاریان و تاج زده رو معرفی کرد و سیاست های ترامپ رو از پیش تحلیل کرد بدون اینکه از منزلش خارج بشه، چرا که معتقده یک دست صدا داره. ببینید دوستان، مانوک کسی بود که دلالان فروش ایران دربندمون رو رسوا میکرد. مانوک کسی بود که با پژوهش‌هاش همین دو آستری رو بدبخت کرده بود. مانوک کسی بود که با پیشگویی‌هاش همه رو مات میکرد پیش از آنکه کیش بشن. او کسی بود که میگفت هرگز نمیشه فکر رو زندانی کرد. چقدر زیبا نوشته میلوش، واسلاو میلوش. صداش در اومده بود از به اصطلاح همقطاران قبلی حزب کمونیست خودش، یک لهستانی متفکر که احساس کرده بود مگر میشه برده استالین بود و حرفی نزد. تا حالا شما متوجه شدین هرگز این چپی‌ها به دای استالین حمله نکردن؟ خود روس‌ها کردن، خود تمامی کمونیست‌ها کردن، تمامی بلوک شرق در مقابل استالین و استالینیسم ایستاد. ولی هرگز شما نمی‌بینید این به اصطلاح کمونیست‌های ایرانی که اصلا ما کمونیست ایرانی نداریم. خود مسکو همان زمانی که به اصطلاح جنبش جنگلی و جنبش‌های به اصطلاح کمونیستی اون زمان را افتاد، معتقد بودن اینا یک ملت شیعه هستن، هرگز نمیتونن کمونیست بشن، بنابراین اسمشو بذارین حزب توده. یعنی حتی شما رو به عنوان عضویت در کمونیسم بین الملل قبول نکردن، در این کلوب جا ندادم. ولی شما چه خساراتی به ایران وارد کردید. با اینکه بسیاری از شما آدم‌های متفکر بودید، با ترجمه هاتون، با یک سو نگریتون کاری کردید که خمینی اومد.
کودتای 28 مرداد خمینی نیورد، شماها آوردید. خمینی یک ابزار بود. اگه قرار بود خمینی بیا 15 خرداد میومد. شما رو آوردن. یک شب من برنامه اجرا خواهم کرد برای آقای خسرو گل سرخی و خواهید دید چگونه ساواک و چپیا الهیات رای بخش در ایران را انداختن. بخشی از ساواک همکاری کرد. خسرو گل سرخی نباید اعدام میشد. به عمد اعدام کردن که رژیم رو بیارم پایین. چون خسرو گل سرخی به نظر من پایه‌های ستون امپراتوری شاه رو لرزان، نه خمینی و این نوکه‌هاش و ملیجک‌هاش که شما بودین. روی سخن عمومانوک با وطن فروشان و چپ و کمونیست و توده‌ای و پسمانده‌های 57ی که با افتخار در خریت خودشون فریز شدن و به اندیشه‌ای پایبندن که خیلی از چپ‌ها سال‌هاست از اون گذر کردن. دوستان لطفاً حواستون به نشر چرندیات اکانت‌های کودم باشه. دیروز خبری در فضای مجازی منتشر شد که شاهمون یک تلویزیون خصوصی زده. خود شاه اطلاع رسانی کرد که این تلویزیون ارتباطی بهشون نداره. فعلا هم عملکرد افراد سرمایه‌گذار این تلویزیون مشخص نیست. باید قضاوت بشه که چقدر کمک کننده به جنبش شاهمون هستن و مثل باقی تلویزیون‌ها آیا دنبال پول و منافع شخصی هستند یا نه. جان کلام این که رژیمی که 45 ساله خواب نابودی اسرائیل و فروپاشی خاندان سعود و فتح قدس رو میدید، ناگهان با کابوس بازگشت پهلوی سوم از خواب پریده. برگ برنده براندازی برگ پهلوی اسمه. مانوک خدابخشیان در رادیو صدای اسرائیل دلیلش رو میگه که چرا؟ اگر شما این جریان رو، این نسل شیک رو بتونید رهبری کنید، کار رژیم تمومه. چرا؟ رژیم نمیتونه اینا رو دستگیر کنه و محاکمه کنه و مثل مجاهدی یا گروه های چریکای خر که همه جنگ مسلحانه داشتن اینا رو اعدام کنید. بنابراین بزرگترین ترس رژیم اینه که اگر یکی بیاد برگ نسل شیک رو بازی کنه، اون رو در واقع سنجاق کنه به برگ پهلوی، کار این رژیم تمومه. اینه که اینا آشفته خاطر شدن. اینه که ایدئولوژی اینها که در واقع به نظر من بهتر از همشون بازی ها رو میشناسه برداشته بود و گفته بود مردم از دو جریان عبور کردن، منتظر جریان دیگری هستن. جریان سوم این فیک نیوز و آمد نیوز رو فراموش کنیم. اون یه بازی بامبول بازی بود برای آوردن پسر هاشمی رفسنجانی یا خودی ها. اون یه بازی دیگری بود، اون بازی سیستم بود. این نسل خواهد آمد و به عمر این رژیم پایان خواهد داد. چرا؟ پاشنه آشیل این رژیمه و حتما هم این ویروس هنگ‌کنگی به تهران خواهد آمد. ملاها و آخونده رفتنی شدن و نظام پادشاهی به ایرانمون برمیگرده. اما باید یادمون باشه که با مرگ خامنه ای بازی تغییر نمیکنه. بنابراین هوشیارانه عمل کنیم و بدونیم که هدفمون چیه و برنامه‌مون چیه. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. ببینید تو فیسبوک من گاهی منم عصبی میکنم. برای هر چیزی میخوام بدونن حرکت بعدی چیه. درست این گونه انقلاب نمیشه، این گونه شما رژیم برنمیدازید، شما باید خودتون برنمیدازید. من گفتم یک دست صدا دارد. شما همه نشستید منتظرید آقای ترامپ با اسب سفید بره تهران، تهران دروازه های تهران رو باز کنه که شما یا برگردید یا همه بریزید تو خیابون. این چنین نیست. اینها ارزیابی میکنن که شما چیکار دارید میکنید، شما چگونه عمل کرده، تاکتیکیتون چگونه بوده. آقای ترامپ از روز اول که آمد، من همون عکس رو دیدم گفتم این، چون خوب میشناسم ترامپ رو، این زبل میدونه چیکار میکنه. رفت نشست زیر قاب عکس شاه در هیئت عالیه نیویورک. مگه نکرد؟ یعنی چی؟ آقای پنس همه رو جمع کرد زد تو دهن اروپا. الان اروپا و آمریکا با هم سرشاک شدن سر ایران. خب اونا هم سهمیه‌هاشونه. ببینید همه چیز آماده است. اگر باختید خودتون باختید. با رفتن خامنه ای بازی تغییر نمی کنه، همینجور که با رفتن هاشمی بازی تغییر نکرد. بنابراین یک مقدار هوشیارانه عمل کنید، بدونید هدفتون چیه، پروژه‌تون چیه، برنامه‌تون چیه.
بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.